در یکی از برنامه‌های گذشته درباره واژه زاستار یا طبیعت سخن گفتم. امروز می‌خواهم به قانون‌های زاستاری یا فیزیکی بپردازم که برخلاف قانون‌های اجتماعی قراردادی نیستند. آب خالص در فشاری معین همیشه در دمای معینی می‌جوشد. سیبی که خود از شاخه کنده می‌شود به سوی پایین می‌رود نه بالا. اینها به باورها و خواست انسان بستگی ندارند. در همه جای جهان و حتی گیتی جاری‌اند. برای اعمال آنها به نیروی اجرایی نیاز نیست. خود به خود به کار می‌روند. حالان که قانون‌های اجتماعی در همه جا به کار نمی‌روند و مثلا چادر را به زور بر سر زنان می‌کنند. البته موضوع قانون‌های اجتماعی به بحث بیشتری نیاز دارد که در اینجا جایش نیست. همچنین موضوع قانون‌های زاستاری بسیار گسترده است و در وقت کوتاه این برنامه نمی‌توان چنان که باید به آن پرداخت. در اینجا خواهم کوشید بگویم که بگرد یا کنسپت قانون‌های زاستاری از کی در اندیشه انسان پیدا شد. انسان هزاران سال از توضیح جنبه‌های گوناگون زندگی و آنچه در جهان پیرامونش می‌گذشت ناتوان بود. از آنجا که رابطه میان علت و معلول را نمی‌دانست، برای توضیح چیزها به آفرینش خدایان و نیروهای متافیزیک گوناگون دست می‌زد. خدای عشق، خدای جنگ، خدای خورشید، خدای آسمان، خدای آب، خدای کشت و خرمنچینی، خدای رویش و دیگر خدایان. انسان به این خدایان آفریده خود همان ویژگی‌های انسانی خود را می‌داد. می‌پنداشت که وقتی خدایان خوشنودند، چیزها بر وفق مرادند. برعکس اگر خدایان ناخشنود باشند، خشکسالی، قحطی، جنگ، طوفان، زمین لرزه و بیماری‌های واگیر بر سر او فرود می‌آیند. و چون انسان از فهم پدیده‌ها ناتوان بود، خود را تسلیم ترحم خدایان می‌کرد. خود را بنده آنان نشان می‌داد. برایشان آیین پرستش به جا می آورد، پرستشگاه می ساخت، دعا می خواند، برای آنها قربانی می کرد، خروس، گوسفند و حتی در برخی فرهنگ ها انسان را، تا خشم خدایان را فرو نشاند. پدیده های زاستاری همیشه انسان را به هراس می انداختند. یکی از این پدیده ها گرفت، یعنی گرفتن ماه و خورشید بود. چینیان میپنداشتند که اژدهای آسمانی خورشید را میبلعد. از این رو با کوبیدن تبل و بلند کردن سر و صدای گوشخراش میکوشیدند اژدها را فراری دهند. این در فرهنگهای دیگر هم وجود داشته است. ولی انسان پس از مدتی پی برد که حتی اگر فریاد نکند، نماز و دعا نکند، خورشید و ماه دوباره پدیدار میشوند و چیزها روال عادی خود را باز مییابند. انسان بعدها پی برد که گرفت‌ها دارای نظمند و با قاعده معینی روی می‌دهند و تکرار می‌شوند. از آنجا که ماه گرفتگی یا مه گرفت زاییده وارد شدن ماه در سایه کره زمین است، مه گرفت در سراسر نیمکره‌ای که شب است دیده می‌شود. از این رو پی بردن به نظم مه گرفت‌ها آسان‌تر بود و بابلیان توانستند مه گرفت‌ها را پیش‌بینی کنند، هرچند که نمی دانستند که این کره زمین است که جلوی نور خورشید را می گیرد و باعث تاریکی ماه می شود. پیشبینی خورگرفت ها دشوارتر بود، چون خورگرفت را تنها در باریکه 40-50 کیلومتری در سطح زمین می تواندی. به هر حال انسان توانست خورگرفت ها را هم کم و بیش پیشبینی کند و پی ببرد که این پدیده به هوا و هوس موجودهای ابرزاستاری یا متافیزیک بستگی ندارد، بلکه زاییده حساب و کتابی است. با اینکه انسان‌های باستان توانستند حرکت ماه و خورشید را پیش‌بینی کنند، بیشتر رویدادهایی که در زاستار روی می‌دهند برایشان هراسناک و اسرارآمیز بودند. میپنداشتند که آتشفشان‌ها، زمین لرزه‌ها، طوفان‌ها بی هیچ دلیل و علتی روی می‌دهند و این رویدادهای ویرانگر کار خدایان بدجنس و اهریمنی است.
انسان این بلاهای زاستاری را به این نسبت می‌داد که ما انسان‌ها چنان که باید از خدایان یا خدا اطاعت نکردیم و خشم آنها را برانگیخته‌ایم. برای نمونه در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح در ایالت اورگان آمریکا آتشفشان مسمع فوران کرد و سالها بارانی از سنگ و خاکستر سوزان بیرون داد. سپس سالها باران بارید. آنسان که گودال آتشفشان پر شد و دریاچه‌ای را پدید آورد به قطر 10 کیلومتر و ژرفای 600 متر که امروزه کریتر لیک نامیده می شود. بسیاری از جزئیات این رویداد زمینشناختی در افسانه‌های بومیان کلمث که در آن ناحیه زندگی کردند هزاران سال سینه به سینه نقل شدند و به ما رسیدند. جالب اینجاست که بومیان خود را در این رویداد مقصر می‌دانند. بنابر افسانه‌های آنان لاو سرکرده جهان پایین عاشق دختر زیبای رئیس قبیله می‌شود ولی دختر او را می‌راند. لاو برای انتقامگیری آتشفشان را بر سر قبیله فرود می‌آورد. خوشبختانه اسکول خدای جهان بالا دلش برای مردم می‌سوزد و با خدای جهان پایین می‌جنگد. لاو که زخم برداشته بود به درون کوه مسمع می‌افتد و گودال بزرگی پدید می‌آورد که بعدها با آب باران پر می‌شود و دریاچه را پدید می‌آورد. این نمونه‌ای بود از اینکه انسان به سبب نادانی و ناآگاهی خود از رویدادهای زاستاری در توضیح آنها برای خود گناه می‌تراشید و خود را مسئول آنها و مقصر می‌دانست. چنین چیزی بارها در فرهنگ‌های گوناگون دیده می‌شود. نخستین کسی که چنین رویکردی را کنار گذاشت و به دنبال فهم منطقی پدیده‌ها برآمد تالس یونانی بود که در سده 7-8 پیش از میلاد می‌زیست. با تالس این مینه ایده پیدا می شود که پدیده های زاستار از عصر های پیروی می کنند که می توان آنها را فهمید. اینکه آیا کس دیگری پیش از تالس به چنین نتیجه ای رسیده باشد دانسته نیست. کهن‌ترین مدرکی که در این باره به ما رسیده از تالس است. تالس همین کسی است که گفت همه چیز از آب سرچشمه می گیرد. تالس نخستین کسی است که خورگرفتی را پیش بینی می کند. خورگرفت 28 ماه می سال 585 پیش از میلاد. هرچند که او دانش لازم را برای چنان پیش بینی نداشت و موفقیت او به احتمال بسیار بر اثر خوش شانسی او بوده است. از مطلب خود دور می شویم ولی بد نیست بدانیم به گفته هرودوت هنگام روی دادن این خورگرفت مادها و لیدیایی ها در جنگی طولانی درگیر بودند. با گرفتن خورشید بلافاصله دست از جنگ کشیدند. تالس یکی از اندیشمندان یونیایی بود. یونیا بخش باختری آسیای کوچک و جزیره های نزدیک به آن در دریای اژه بود که یونانیان آن را مستعمره خود کرده بودند. چیز بسیار جالب این است که اندیشمندان یونیایی علاقه بسیار به فهمیدن زاستار از راه پی بردن به قاعده هایی که پدیده ها را ایجاد می کنند داشتند. باز هم بنابر آنچه به ما رسیده نخستین بیان ریاضی آنچه امروز قانون زاستاری می نامیم به پوتاگوراس یا فیثاغورس نسبت داده می شود که در سده 6 پیش از میلاد می زیست و او هم از اندیشمندان یونیایی بود و آن قضیه فیثاغورس درباره مثلث راستگوش است. مربع طول وتر برابر است با مجموع مربعهای دو ضلع دیگر. کشف دیگری را هم به فیثاغورس نسبت می‌دهند و آن این است که در ساز موسیقی هرچه طول تار درازتر باشد صدا بمتر است. به زبان امروزی بسامد یا فرکانس کوچکتر است. البته ممکن است که فیثاغورس این قانون‌ها را کشف نکرده باشد ولی مهم نیست که کی این کار را کرده. انسان با پی بردن به این رابطه ها برای نخستین بار چیزها را با منطق براختی، ابژکتیو و به زبان ریاضی توضیح می‌دهد. دیگرانی از اندیشمندان یونیایی گفتند که گیتی دارای نظمی است که با نپاهش و منطق می‌توان به آن پی برد. آناکسیماندر، دوست و شاگرد تالس گفت از آنجا که نوزاد انسان ناتوان است، اگر نخستین انسان به دیسه نوزاد بوده نمیتوانسته به زندگی ادامه دهد. پس انسان باید از جانوران که این مسئله را ندارند برخواسته باشد.
این نخستین بار است که اندیشه فرگشت، تحول، تکامل در ذهن انسان دیده می شود. امپدوکلس در سده پنجم پیش از میلاد متوجه پدیده ساده‌ای شد که می توانست به کشف فشار هوا بیانجامد. دید وقتی که ظرفی کره‌ای را که دو سوراخ دارد، یکی در بالا و دیگری در پایین در آب وارد می کند، آب از یکی از سوراخ‌ها وارد می شود و ظرف پر می شود. وقتی ظرف را از آب خارج می کند، آب درون آن به بیرون می ریزد. ولی اگر با انگشت سوراخ بالایی را بگیرد، آب از سوراخ پایینی خارج نمی شود. امپدوکلس گفت باید چیزی جلوی بیرون شدن آب را بگیرد. فشار هوا را نزدیک به 1200 سال بعد توریچلی ایتالیایی که شاگرد گالیله بود در سده 17 کشف کرد. در سده 4 پیش از میلاد دموکریتوس گفت هر جسمی را میتوان ریز ریز کرد تا به ذره ای رسید که دیگر نتوان آن را ریزتر کرد. این ذره را اتم نامی. دموکریتوس بر این باور بود که پدیده های مادی زاییده برخورد یا گرد هم آمدن این اتم هایند. البته باید توجه داشت که نظریه اتمی دموکریتوس ربط چندانی به نظریه اتمی در فیزیک نوین ندارد. بنابر نظر دموکریتوس اتم ها در فضا در حرکتند و اگر مانعی سر راهشان نباشد تا بی نهایت پیش می روند. اریسترخوس سده 3-4 پیش از میلاد که یکی از آخرین اندیشمندان یونیایی است، به مینه ایده ای انقلابی رسید و آن این بود که ما در مرکز گیتی قرار نداریم. زمین و سیاره های دیگر به گرد خورشید که بسیار بزرگتر است می گردن. زمین تنها یک سیاره است و خورشید ما مانند یکی از ستارگان است که در شب می درخشند. کهن‌ترین قانون‌های فیزیکی که باستانیان می‌شناختند سه قانونی بودند که ارشمیدس در سده 3 پیش از میلاد 300 سال پس از فیثاغورس کشف کرد. ارشمیدس مهمترین فیزیکدان عصر باستان است. این قانون‌ها عبارتند از قانون اهرم‌ها، قانون شناوری و قانون بازتاب نور. البته ارشمیدس نمی‌دانست که آنها قانونند و برای بیان آنها از نپاهش و اندازه‌گیری استفاده نمی‌کرد. فیلسوفان یونانی پیرو مکتب‌های گوناگون بودند با سنت‌های متفاوت و غالباً مخالف یکدیگر. مکتب یونیایی یکی از این مکتب‌ها بود. فیلسوفان یونیایی می‌خواستند دست خدایان و نیروهای متافیزیک را از پدیده‌های زاستاری کوتاه کنند و به انسان کنترل بر سرنوشت خود و مسئولیت اخلاقی بدهند. ولی افسوسمندانه رویکرد این فیلسوفان درباره زاستار، یعنی اینکه زاستار را میتوان به یاری قانونهای کلی توضیح داد، تنها چند سده ای پایید و دنبال نشد. یک علت این بود که مکتب یونیایی جایی برای خدایان، دخالت آنان در کارهای جهان و فرجام یا قایت چیزها نمیگذاشت. و این برای یونانیان که پس هر چیز دست خدایان و بازیهای آنان را میدیدند پذیرفتنی نبود. برای نمونه آناکساگوراس را که در سده 5 پیش از میلاد میزیست به کفر متهم کردند و به زندان انداختند، زیرا گفته بود که خورشید خدا نیست بلکه سنگ آتشین بزرگی است. وقت ما به پایان رسید. این موضوع را در برنامه آینده دنبال خواهم کرد.